رفقا همونطوری که میدونی توی عربستان یه مسابقه دعوتی شکل گرفته و یه توپ طلا هم اضافه شده به این قصه اما ما قرار نیست این ویدیو رو بذاریم چرا دو تا مسابقه که برگزار شده مسابقه همچین مال و جذابی و بازیکنی که مورد پسند شما باشه نیست مثلا یه سر بازی دینگه یه سر بازی به قول معروف بازیکن گمنامه اوکی اما مطمئنا فردا شب در رابطه با این مسابقه ویدیو میذاریم یک دو در رابطه با اون توپ طلایی که وسط میز قرار گرفته و بره که 147 رو تبدیل کرده به 167 و کلی اما اگر که اون وسط هستش و جایزه وحشتناک سنگین وحشتناک سنگین یعنی از اون جایزه هاست که یه شخصی و مثل سالیوان و تمام بازیکنهای سوپر دنیا رو قلقلک میده که حتما بره که سر حرف بزنن و کیوبالشون رو بکشونن پشت توپ طلا جایزه 500 هزار دلار یعنی شما باید قهرمان جهان بشی چند نفر رو ببری بهت 500 هزار دلار بدن اونم تو چه سطح مسابقه ولی اینجا اگه سر حرف بزنی و کنترل کیوبال داشته باشی بکشونی پشت توپ طلا یه شبه 500 هزار دلار یعنی سی میلیارد تومن بابت زدن یه توپ شما میدن واو اما بریم به دوبار به رو به ادامه مسابقات سیکس ریز جهانی 2023 حسین وفایی جان هیگینز بریم هم دیگه این بازی جذاب رو تماشا بکنیم بله چهره جان هیگینز رو میبینیم در مقابل حسین وفایی بازی هم نو فریمه یعنی هر از پنج فریم ببره برنده بازی هستش بیه بسم الله حسین رو اسنوکر میکنه رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه بینهایت کانال بیلیارد شو اسنوکر رو به حمایت شما نیاز داره که عشق و انگیزه بگیریم ادامه بدیم خیلی کار سختیه خیلی کار سختیه دیلی آپلود پیر کرد ما رو امسال ولی بریم بریم سراغ ادامه ماجرا ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوری یه توپ کنون دست جان هیگینز میفته نمیزنه و مثلا این تجربه کردن با هیگینز رو بارها و بارها داشته و قاعدتا استرس و بی و دیگه نداره و بعد ببینیم که میتونه بازی خوب خودش رو به رخ جان هیگینز بکشونه <applause> یا که نه یه قرمزه خیلی پخته خیلی پخته میزنه و توپ میاد پشت قرمز بعدی ببینیم از این موقعیتی که به دست اوورده با, با توجه به ریسک خیلی زیادی که انجام داد نتیجه میگیره یا که نه هرچقدر هم حسین رو دوست دارید میتونید اسم فامیلش رو کامل توی قسمت کامنت ها بنویسید خطبه نام حسین هم میاد اینجا بازی هایش رو شب میبینه و کامنت های شما رو میخونه حالتا عشق های انرژی میگیره چون هیچ جایی غیر از اینجا این بازی ها رو نشون نمیدن که مخاطب صد ایرانی باشن تا اینجا قصه 20 امتیاز 25 امتیاز امتیاز کسب کرده این یادتون باشه قصه سیکس رت خیلی فرق میکنه با 15 تا اصلا سبک بازی کردن همه چی این داستانش مثل چی میمونه مثل, این... مثل میمونه که رو پاکت بیلیارد 8 بال 9 بال تن بال میز یکیه توپا یکیه ولی زمین تو آسمون یه چیز دیگه است اینم هم دقیقا همونه اینم هم دقیقا همونه یه جورایی که شما اصلا هیچ فرصتی واسه اشتباه نکن الان البته هیگینز خوب زد از حق نگذریم یه قرمز ریسکی زد و ریسکش هم به بار نشست هیگینز ادامه نمیده فریم رو و ترجیح میده انرژی و فکرش رو برای فریم های بد نگر داره و بی بریم به سراغ فریم دوم بازی دقیقا همونجا که سفید الان داور قرار داد توپ طلایی هم اونجا قرار میگیره بعد میگم خیلی سوال ها هستش که بی جواب مونده بی جواب احتمالا نمونده میدونی چرا بهت میگم بی جواب نمونده چون داورها باید توجیه صد بشن برن رو میز امروز هم داشتم یه ویدیو نگاه میکردم که تو همین مسابقات توپ طلا دینگ فکر میکنم اسپانسرش هم یا تام یا چیزه اسم خوبی داره استاره فکر کنم استاره چون استار اسپانسر مسابقات نبوده هم میز و مارکش رو پوشوندن هم لوگوی لباس دینگ رو ازش خواستن که در بیاره بلدن عربا همه چی رو بلدن شما فکر میکنید و دارن کریس رونالدو رو با اون مبلغ میارن میدونید چند وقت کل پولش رو در آوردن فقط پول دادن و پول خرج کردن نیست مطمئن باشن اگر اومدن یه جایزه 500 هزار دلاری گذاشتن میدونن دارن چی کار میکنن الهی با امیدتو نمیرن جلو. بری تو افتاده دست جان هیگینز این ورزش و این جای خوشحالی هم داره ها سی امتیاز سای... سی و شش امتیاز تا اینجا جان هیگینز زده یعنی قطبها به ترتیب انگلیس چین عربستان میشن و مطمئن باشین جابجا جا, جا میشه یعنی میشه چین عربستان انگلیس این از من به شما گفتن عربستان هم قول معروف لوکیشنی که داره واه چی کار داره میکنه هیگینز لوکیشنی که داره خیلی از ها به سادگی و راحتی میتونن یه جورایی وسط قصه است دیگه میتونن که تو مسابقات شرکت بکنه مسابقاتی که بذاره اما جان هیگینز با یک نوبت مثل حسین وان ویزیت میکنه با 53 امتیاز تا اینجا 58 64 و اینجا 71 کی میزنه هایی بره که 62 یادتون باشه که 75 بچه ها رو سندلیه رو برداشتم به دو علت اونم اینه که همین که هم خوش شده بودم اینطوری داشتم صحبت میکردم همین که همیشه هزینه بکنی اتفاق خوبی نمیافته و روی همون رومتوری که براتون گذاشتم روی توپ نشستن با توجه به دیسک کمر و این داستان ها برای من مناسب حالا دیگه همین بریم بریم تو دل بازی تمام تلاش هم میکنم خارج از بازی اصلا صحبت نکنم اگر نکته خاصی بود بهتون بگم ولی خب اینم به شما بگم یه تنوعی هم هست تو بازی دیگه موقعی که یه نباخ نشه به قول من همش بازی باشه ولی تمرکزم تمام جمع میکنم اینجا حسین موقعیت خوبی گیرش نمیاد و میره تو دل قرمز ها و مجبور میشه فقط توپ مشکی رو انتخاب بکنه ถือว่าใช้ได้ครับเจสซฟคูอัลฮุเซนวะฟย ببخشید بله بله حسین داره نشون میده که ضربات زیرباند و و میدل پاکت رو تسلط داره روش یه ضربه จะ آمیانه قلی این دو به چهار پوزیشن تو پا خوبه. بعد میدونم میس حسین کنم <تصفح> کنن صرفان برای آلودگی هواه. یه yeah. بچه این ضربه ای که میبینیم میزنه بازی کن یک دو سه میخوره و یه کوچولو میاد عقب دو تا تو تکنیک توش هست یکی میتونه بازیکن با پاور این کار انجام بده اما بازیکن برای اینکه میدونه کنترل این فاصله با پاور کار سختیه میاد از اچ سه یا اچ دو استفاده میکنه که کیوبال بخوره به توپ هدف اوکی تمام انرژی شو بده به توپ هدف چند تا قل بیاد عقب که میاد از اچ 2 و اچ 3 استفاده میکنه همین و دو یک حسین میفته جلو ببینیم میتونه هیگینز از مسابقات سیکس رد جهانی ور چمپیونز ها حذف کنه یا که الان که خیلی زوده بخوایم همچین حرفی بزنیم چون کوهی از تجربه جلو حسین وایستاده هیچ چیزی دست کم از سالیوان نداره هیچ چیزی کمتر از چه میدونم اصلا چرا کسی خودش معیار بازی هیگینز خودش یه بوت تو این ورزش رسما اما انگیزه هم چیز عجیبیه بعضی موقع دیدی من تیتر میزنم میگم جدال انگیزه و تجربه این دقیقا همینه الان تجربه هیگینز میچربه به حسین از اون طرف انگیزه حسین میچربه به هیگینز حالا ببینیم که بین دوتا کدوم برنده میشه خیلی هم سخته بگیم هر جفتش چیز مهمیه آه. آه. یا سیفی میکنه توپی هم به حسین نمیده و ببینیم حسین کدوم توپ واسه سیف انتخاب میکنه ریسکی بازی نمیکنه و تمام تلاش رو میکنه کیوب عالی 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 به مقدار توپش توی این محبته خوب نگه میداره و... اوه او او, 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 او او اینجا هیگینز یک کوچولو شانس چاشنی کار میشه چون تو برگشت بله حسین کاملا نشون میده ببین یه بار بزنه میگیم شانسیه دو بار بزنه میگیم اوکی ولی وقتی میبینیم که یه همچین تو پای پیدا میکنه به سادگی پات میکنه ببین قطعا دو تا گزینه جلومون میاد یا این توپارو رو افتش رو خیلی خوب میبینه یا تمرین داره این از این دو حالت خاره اوه چه پنجی زد چه آبی چی شد کنم خطا شد نه فکر کنم خطا شد آره خطا شد و اطمالا هر خطایی شده خود حسین اعلام کرده حسم اینو میگه حالا چقدر درست چقدر غلطش رو نمیدونم اینجا یه موقعیت میفته دست هیگینز نمیزنه بچه من چون اینم ویدیو نداشتم از بازی عربستان واقعا میگم بازی خوبی نبود امشب فکر میکنم جان هیگینز با سالیوان بازی داره حتما ایشالا براتون اون بازی رو میذارم که هم یه تنوعی باشی بین این پلیلیستی که الان شروع کردیم به همین که به قول بازی به روز رو هم پوشش داده باشه ماسک میشه هیگینز خیلی شیک مجلسی هم خارج میشه روزها روزهای پرکار و سختی هستش برامون آخر اسفنده هفته دوم اسفنده سه داریم خب این ریس نمیکنه میره تو کار چسبونک بازی فکر کنم چسبون درسته نه, نه 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 نخورده ببین یه چیز بگم موقعی که میخوای همچین کار ساده ای بکنی بعضی موقع ها چه کردی این چه کار سمی سم بود چه خوش شانس هم هست که شانس هم هست اصلا معلوم چی میخواست بکنه خرد هیچ توپی هم نداد به حسین <على> حالا <Galpana> هیگینز هم میدل پاکت زدنش رو یا همون ساید پاکت به رخ حسین میکشونه میزنه قرمز رو و ببینیم که کنترل کیوبا رو وای کلاس درس هیگینز اگه بازی کلاسیک دوست دارید اسنوکر بعد بری دنبال هنری برین دنبال هیگینز ولی اینم بدونید که خیلی باید خفن باشید تا اسم در کنید بازی های چی کار داری میکنه نه او که خورد خورد نه, نه خورد ولی فکرش خوشگل بود سه فکرش خوشگل بود فقط هم این میزا میشه این کارا رو کرد و دست خوش این باری کلا آف فنه هم تشویقش میکنه ایلا که میز خوب نباشه که هیچ کنون این زربان نزدیکش هم نمیره چه برسه بخواد بهش بخوره مثلا این داره آروم بازی میکنه خوبه داره با با تو بازی میکنه قطعا دوست نداره به بازه از یه همچی مسابقه بزرگی هز بشه از اون طرف هم دیده هیگینز هم نگاه بکنی به قصه اوه یه کالباسی از حسین وفایی چه قرمز دو منظوره ای و نشست براش دست خوش دست خوش آبی رم میاره تو بازی میدونه چون بهش احتیاج داره ببین بازیکن حرفه ای دید حرفه ای ها از رو اون قرمزه حواسش بود که پنجه جای بدیه آبیه هی میخوام چیز نکنم از امتیاز توپ نگم رنگش رو بگم اشتباه میکنم حالا بعد چیکار چی کار 6 و 7 میخواد بکنه نگو که باز میکنیم و نگو که حسین باز وای 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 فکر کن مثلا حسین این آبی رو میزد با یه ساید شیش و چی کار میکنه این چه سمی ما داریم میبینیم بینیم کو بیس و شیش. من جان. اوکی اسکورش نشو 16 شو من دارم درست حساب میکنم دیگه واه پسر 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 چه خطایی داد هیگینز چه خطایی داد وای وای چه خطایی داریم مگه همچین چیزی ولی من هنوز پشمام از این ریخته ما چطوری مسابقه را دست دادیم این برام عجیبه

باریکلا بریم بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره سه یک بریک با جان هیگینز دقیقت کردیم بچه توی چند تا برکی که هیگینز داشت ماکس کرد ماسک کرد حالا حسین میتونه یه بچه نفس راحتی بکشه و بهتر ضربه بزنه ولی باید حواسش جمع بکنه داره در مقابل یکی از بهترین بازیکنهای تاریخ اسنوکر بازی میکنه به دوباره حسین رو ماسک میکنه قاعدتا فکر کنم دو, دو تو توپ آخر رو انتخاب میکنه ریسکش کمتره هنوز حسین داره دو تا میکنه و اینجا خارج میشه و اینجا احتمالا نمیدونم اگر از این طرف زده احتمالا مالیده به اون قرمزه یعنی تاچ نبوده چون اگر میخواست تاچ باشه از این ور میزد تجربه اینو میگه حالا چی بوده خدا میدونه داور اعلام تاچ میکنه دوباره حسین همون مسیر رو باید بره ولی این بار به به سه تا ดัง قرمز بله درست میزنه ببین یه چیزی به شما بگم بازی اون که بازی کن یه بار ضربه میزنه بازیکن حرفه ای دیگه خب قلقش میاد دستشو من اگه میبینی اصلا یه توپی خیلی میزنه خب اون میخواد توپ نده صرفا خارج شدن از حالت اسنوکه براش مطرح نیست اون کاری نداره براش توپ ندادن هی این زمین. چی کار داره میکنه با حسین هنوز نتونست اون چیزی که میخواد و از حسین به دست بیاره <applause> چقدر تو کنترل کیو بول داری پسر مگه میشه هر ضربه اسنو کرد. حالا خوبی قصه اینه که هم این ستا توب هم اون ستا توب چسبیده به هم دیگه حالا حسین هم خطا هم بده اتفاقی نمیافته حسین هم حواسش جمعه که مف نبازه فریم هایی رو که با سختی به دست آورده نمیدونم حتی در این حد به شما بگم که بازیکن ها همین الان هم میتونن توافق بکنن و میزو از اول بچینن او اوه حسین این چه ضربه ریسکیه عجیب میزنه حسین چیز عجیب و غریب حتی شان اگه بخوایم بریم تو فکر حسین قاعدتا ازش بپرسی همینو میگه میگه من شان هم امتحان کردم ولی خب شانسش به بار نشست این او 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 چه شانسی میاره حسین چه هفتی هم و میس میده هیگینز و اینجا هم چه لانگ باتی هم میزنه حسین خوب زد خیلی خوب زد قرمزو خیلی خوب زد آی 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 خودش هم راضی نیست از زاویه که گرفته اینجا یه پلنت خوب درنگ در نیومد در نیومد خندش گرفته از این بازی ببین خنده نیست ها اینا خنده های چیزه از بچانسیه این چرت میگم ولی در هر صورت 21 به 16 هیگینز توی فریم پنجم جلوه حسین دو فریم دیگه بعد از هیگینز بگیره تا بتونه به مرحله بعد بره و کار بزرگیه قطعا هم همیشه گفتم ما نشستیم اینجا میگیم لنگش کن و بعد ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره کالباسی yeah. از حسین بهش جواب میده بهش جواب میده خب مشکی نمیره زیر باند و در مرکز میز قرار میگیره یه موقعیت عالی که همینجا حسین دیگه باید کار رو یه سره کنه همینجا باید کار رو یه سره کنه کار رو به اما اگر نرسونه یه فزیر خوب به جورت میتونم بگم یکی از زیباترین یکی از خوشگلترین خوشدستترین چوبایی که من تو این چند سال اخیر تو چند سال در واقع okay. چوب خیلی من زیاد دیدم چوب حسینه چوب جان پاریس خطای مرتب منظم یه چوب داره میاد دستم کپی پیس چوب حسینه اما جان پاریس نیست برند چیزه آلتیمیت ولی کاستومایز دیگه ولی اصلا این چیز عجیب غریب من عاشق این حالا بهش میگیم پیکان بهش بگیم آه... رگه چوب اینا خیلی نکات مهمیه حسین خیلی شیک تونست کارو جمع بکنه و هیگینز رو برد لب مرز آیا از مرز ردش میکنه و خودش رو به مرحله بعد ببره یا که نه بعد منتظر باشیم و ببینیم که این اتفاق رقم میخوره یا که نه ای من تازه الان فهمیدم اون مثلث هست اون پشت آبی نوشته من الان تازه فهمیدم ردو میبینید کجاست پشت حسین بغلش این پلیر من نفهمیدم که وسطش توپ قرمز اسنوکره و یه دونه شیش در شده سیکس رد چه جاله الان دیدم خب پس توپ افتاد دست حسین ببینیم همینجا کار هیگینز رو میتونه تموم بکنه نه تا تا اینجا زده مطمئن باشید خیلی روش فشاره میدونی چرا بازی کنی که این شکلی هستش مطمئن باشید فکر و خیال میاد تو ذهنش چه بخواد چه نخواد چرا انسان آدمی زاده الان بحث حرفه ای بودنه که چطوری اونو کنترل میکنه کنترل کردنش دو تا چیز میخواد یکی تجربه میخواد یکی یک دکتر روانکا و روانپزش که بتونه به بازی کن اینجا اون مشاوره ها رو بده مثلا قبل از مسابقه ها سی تا میزنه و میس میکنه چه شانسی هم اینجا میاره که مشکی رو هیگینز نداره قهوه ای داور بد تو مخه همش تو تصویره آبی ยนีิซมากนักนะครัที่ทามาทามาทามาบาร์กชัลล่าออฟเฟอร์อีกช่วงเวลา18ตก30นาทีจะเชียร์กันเยอะเลยครับการนี้เมื่อปี2015จะลงแข่งขันในกลุ่ม B นะครับเจอกับลูกาลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันอีกครั้งใน خب رفقا این همون از بازی جذاب و حسین وفایی و جان هیگینز امیدوارم که لذت برده باشین با لایک و کامنت و سابسکرایب عشق بدین که مسابقات بعدی این سری از مسابقات و این پلیلیست رو براتون قرار بدم دوستتون دارم تا این شب دیگه یه ویدیو دیگه فعلا خیلی چکرین چک عکس هایی که دارین مشاهده می کنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد و که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش